فرمانده نیروی دریایی ارتش رژیم مدعی شده که با 2 کشتی قراضه امنیت رو تو اقیانوس‌ها تامین کرده. خودتون حرفاشو گوش کنید. بعد از این موفقیت بزرگ که بعد از سمت پترزبورگ حالا دور دنیا برنامه بعدی ماجراجویانه نیروی دریایی چه خواهد بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. البته ما ماجراجو نیستیم، بیشتر می‌خوایم که این حضور اقتداری مردممون رو به جهان نشون بدیم و اینکه اگر ایرانی‌ها تصمیم بگیرن و فرمانی داشته باشن حتما اون رو اجرایی خواهند کرد. اینه که قطعا ما برنامه‌مون حضور دائمی در اقیانوسا خواهد بود. مثلا انشاءالله مثلا قطب جنوب برای خودتون ترسیم کردید دیگه. امروز از نظر ما کره زمین بخش آبیش در اختیار ایران زمین هست و ایرانیان عزیز و همرزمان من هر جایی که اراده بکنن قطعا حضور پیدا خواهند کرد. قطب جنوب هم خب بخشی از کره زمینه و ما حتما در برنامه ما خواهیم گذاشت. پشت شما تو نقش 3 فرماندهی برای 3 اقیانوس بزرگ دنیا ترسیم شده، این نشون میده که ایران قرار هست حضور نسبتا دائمی داشته باشه در اقیانوس. بله، چون منافع ما در اقیانوس هاست. منافع ما امروز در همه اقیانوس ها گسترده است و لذا باید حضور داشته باشیم که بتونیم از منافع و منابع نظامون دفاع کنیم و امنیتشو برقرار کنیم. حالا جواب کوتاه این بابا رو از سردبیر سابق کیهان که معاون نماینده خامنه ای در امارات هم بوده بشنویم. بابا لاف زدن حدی داره، مرزی داره. 40 سال، 43 سال لاف. حالا این رژیم که لاف تأمین امنیت اقیانوسا رو میزنه، ببینیم بیخ گوش خودشون چه خبره. کمتر از 2 ماه 3 نفر شهید رو دادیم. من تقاضا میکنم هم دستگاه های امنیتی به هم دیگه کمک کنن در این مسئله، یک هماهنگی انسجام بین همه دستگاه ها باید وجود داشته باشه و هم به لحاظ تجهیزات و نیرو باید تقویت بشه، هم فراجای ما در استان هم دریابانی ما در استان باید تقویت بشه. دستگاه های امنیتی هم ازشون میخوام که کمک بدن به همدیگه، کمک بدن به فراجا، کمک بدن به دریابانی در بخش هایی که نیاز همافزایی بشه بین دستگاه های امنیتی. انشاءالله زمینه هایی رو فراهم بکنن که ما شاهد این تعداد شهید که مرتب داریم در این روزها میبینیم نباشیم انشاءالله. بله، یارو رو تو ده راه نمیدادن، سراغ خونه کدخدا رو میگرفت.